سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز خلاصه کتاب هنر پیشبینی اثری از فیلیپ تتلاک و دن گاردنر از کانال آموزشی لیلی ماجویا همراه ما باشید با مطالعه این کتاب می چگونه پیشبینی های ای داشته باشید کتاب هنر پیشبینی از اهمیت پیشبینی و راه های ارتقا دادن توانایی پیشگویی سخن می شاید فکر کنید یعنی پیش بینی ها تا این حد مهم هستند موضوعات مانند آب و هوا، بازار سهام، بودجه سال آینده یا برنده مسابقه فوتبال آخر هفته یک وجه مشترک دارند و آن پیش بینی ها و پیشگویی هایی است که در مورد هر یک انجام می شود اما پیشگویی تنها محدود به این موارد نمی شود ما در بسیاری از ابعاد مختلف زندگیمان به پیش بینی ها توجه می کنیم و اگر شرایط مطابق انتظارات ما پیش نرود آزرد خاطر می پیش بینی خوب در تجارت می تواند تفاوت میان موفقیت و ورشکست شدن باشد. در دولت ها تفاوت میان سیاست هایی که جوامع را رو به جلو می برد و آنهایی که پیامدهایی سنگین به جامعه تحمیل می کند. در امنیت ملی هم تفاوت میان صلح هست با جنگ. مثلا اگر جامعه اطلاعاتی آمریکا به کنگره اعلام نکرده بود که صدام حسین بیگمان دارای های کشدار جمعی است چه بسا از جنگی فاجعه بار جلوگیری میشد. مشکل اینجاست که ما معمولا پیشگویان خوبی نیستیم همانطور که ما انتظار داریم یک دارو پیش از تجویز به بیماران آزمایش شده باشد از پیشگویان هم انتظار داریم که پیش از اعلام نظر خود با آزمودن دقیق پیشبینی های خود از درستی آنها مطمئن شوند فیلیپ تتلاک نویسنده کتاب هنر پیشبینی در پژوهشی نشان داده است که در مجموع برای پیشبینی آینده حتی کارشناسان هم در مقایسه با افرادی که حدس و گمانهای تصادفی در مورد آینده دارند تنها اندکی بهتر عمل می کنند. اما او طی یکی از پژوهش‌هایش دریافت افرادی وجود دارند که های واقعی و قابل سنجش دارند. اینها افرادی عادی از اقشار مختلف جامعه هستند و می توانند آینده را با دقت حدود 60 درصد پیش بینی کنند تتلاک این افراد را ابر پیشگویان می نامد تتلاک و دنگاردنر دو نویسنده کتاب هنر پیش بینی در این کتاب درباره درسایی که می توان از این گروه نخبه آموخت سخن می گویند آنها الگوها و روشهایی را می کنند که به پیشگویان این توان را می دهد که در این زمینه حتی تحلیلگران حرفه‌ای سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی را که به اطلاعات فوق مهرمانی دسترسی دارند پشت سر بگذارند به علاوه در کتاب هنر پیشبینی رهنمودهایی کاربردی نیز ارائه شده است که چگونه می توانیم این الگوها را در کسب و کار مسائل بین المللی سیاسی و یا زندگی روزمره به سود خودمان به کار ببریم بهترین راه برای بهتر دیدن جهان پیرامونمان و رخدادهای آن پیشبینی اندازهگیری و بازنگری است با خواندن کتاب هنر پیشبینی می توانید این راه را بهتر بشناسید و تحولی جدی در نگاه شما به جهان پیرامونتان شکل بگیرد ما می توانیم به پیش بینی های بهتری دست یابیم. به زودی ابر پیش بینی هایی خواهیم داشت که بر اساس هر جز از اطلاعات جدید مرتب شده، مطابقت داده می شوند و پس از گذشتن از لحظه پیش بینی شده، تجزیه و تحلیل می شوند و بهبود می یابند. در خلاصه کتاب هنر پیش بینی، هنر پیچیده و جذاب انجام پیش بینی های فوق العاده را بررسی خواهیم کرد. در این خلاصه کتاب پرسش های زیر پاسخ داده می شود چرا مدیر سابق مایکروسافت در مورد سهم بازار آیفون پیش‌بینی کرد چگونه یک پیشگو کالبوت شکافی یاسر عرفات را پیشگویی کرد چرا گروه های پیشگویی کننده از پیش کنندگان انفرادی موفق تر عمل می کنند؟ فصل اول پیش بینی ها محدودیت های خاص خود را دارند اما می دقت آنها را افزایش دهیم ما همیشه در حال پیش بینی کردن هستیم مثلا زمانی که در حال نقشه کشیدن برای شغل بعدی من هستیم یا زمانی که میخواهیم برای یک سرمایه گذاری تصمیم گیری کنیم با این حال پیش بینی محدودیت هایی دارد زیرا اتفاقات بی اهمیت می توانند عواقب غیرقابل قابل پیش به دنبال داشته باشند ما در دنیای پیچیده زندگی می کنیم دنیایی که در آن یک فرد به تنهایی می حوادث بزرگی را رقم بزند اعتراضات بهار عربی رو در شمال آفریقا در نظر بگیرید همه چیز از جایی شروع شد که یک فروشنده خیابانی تونسی به نام محمد بو عزیزی پس از تحقیر شدن توسط افسران پلیس فاسد خود را به آتش کشید یک توضیح نظری وجود دارد که می تواند به ما بگوید چرا پیش بینی چنین رویدادهایی دشوار است این توضیح را نظریه آشوب یا اثر پروانه ای می نامند ادوارد لورنز هواشناس آمریکایی آن را چنین توضیح می دهد. در سیستم های غیرخطی مانند جو زمین حتی تغییرات جزئی می تواند تأثیر قابل توجهی داشته باشد. اگر مسیر باد کمتر از کسری از درجه تغییر کند، الگوهای آب و هوایی در دراز مدت می تواند به شدت تغییر کند. به بیانی دراماتیک تر تکان دادن بال پروانه در برزیل میتواند باعث ایجاد گردباد در تگزاس شود اما ما نباید پیش بینی را به دلیل اینکه محدودیت های خاص خود را دارد به کلی کنار بگذاریم برای مثال رشته ادوارد لورنز هواشناسی را در نظر بگیرید پیش های آب و هوا زمانی که چند روز قبل انجام می شوند نسبتا قابل اعتماد هستند چرا زیرا پیش کنندگان وضعیت آب و هوا صحت پیش بینی های خود را پس از گذشت زمان و بر اساس آنچه واقعا اتفاق افتاده است تحلیل می کنند. آنها با مقایسه پیش بینی خود با آب و هوای واقعی درک خود را از نحوی عملکرد آب و هوا بهبود می بخشند. برای بهبود پیش بینی هایمان باید روی دقت خود کار کنیم. و با جدیت تمام آنچه که فکر می کردیم اتفاق می افتد را با آنچه در نهایت رخ می دهد مقایسه کنیم و این مسئله به معنای جدی گرفتن اندازگیری است شاید اندازگیری پیشبینی ها آسان به نظر برسد یعنی پیشبینی ها را گردآوری کنید درستی آنها را بررسی کنید محاسبات را انجام دهید و غیره اما اصلا به این راحتی نیست برای اطمینان از صحت یک پیشبینی، ابتدا باید معنای پیشبینی واقعی را درک کنید به عنوان مثال در آفریل 2007 رسانه‌ها گزارش دادند استیو بالمر مدیر عامل مایکروسافت پیش بینی کرده است که آیفون در کسب سهم قابل توجهی از بازار شکست خواهد خورد با توجه به سهم اپل از بازار پیش بینی بالمر مزهک به نظر می رسید و مردم به معنای واقعی کلمه به او می خندیدند برخی دیگر بر این واقعیت تاکید داشتند که اپل 42 درصد از بازار گوشی های هوشمند ایالات و متحده را در اختیار دارد که عددی حقیقتا غیرقابل قابل انکار است اما بیایید به با آنچه بالمر واقعا گفته بود نگاهی بیندازیم او در واقع گفته بود که آیفون ممکن است پول زیادی به دست بیاورد اما با این حال هرگز سهم قابل توجهی را در بازار جهانی تلفن همراه به دست نخواهد آورد در عوض نرم افزار شرکت او مایکروسافت بر بازار مسلط می شود و این پیش بینی کم و بیش درست از آب درآمد. طبق داده های گارنرایتی سهم جهانی آیفون از فروش تلفن همراه در سه ماهه سوم سال 2013 حدود 6 درصد بود که به وضوح بالاتر از آن چیزی است که بالمر پیش بینی کرده بود. اما چندان هم دور نیست. در همین حال نرم افزار مایکروسافت در اکثر تلفن های همراه فروخته شده در سراسر جهان استفاده میشد. در پیش بینی ها باید از ابهام دوری کرد و برای افزایش دقت از اعداد کمک گرفت. استفاده از کلمات مبهم مانند میتواند، ممکن است یا احتمالا در پیش بینی ها رایج است. اما تحقیقات نشان میدهد افراد معانی متفاوتی برای کلماتی مانند کلمات بالا قائل می شوند بنابراین پیش کنندگان باید با استفاده از درصدها به شکل دقیق درباره شانس وقوع آن اتفاق صحبت کنند به خاطر بیاورید که چگونه سازمان های اطلاعاتی آمریکا مانند NSA و CIA ادعا کردند که صدام حسین سلاح های کشتار جمعی را مخفی کرده است ادعایی که به طرز فاجعه باری نادرست بود اگر این سازمان های اطلاعاتی با دقت محاسبه می کردند و از درصد و عدد و رقم کمک می گرفتند شاید آمریکا هرگز به عراق حمله نمی کرد. اگر آنها شانس داشتن سلاح‌های های کشتار جمعی در عراق را 60 درصد محاسبه کرده بودند باز هم احتمال 40 درصدی وجود داشت که صدام صد هیچ کدام را نداشته باشد و در آن صورت این دلیل یک استدلال نسبتا متزلزل برای آغاز یک جنگ بود فصل دوم ابرپیشگوها پیشگوها مشکلات را به بخشهای کوچکتر تقسیم می کنند و روی کردی از بیرون به درون دارند آیا همه ابر پیشگوها متفکرانی با استعداد هستند که به اطلاعات فوق سری دسترسی دارند؟ نه واقعا اینطور نیست بنابراین چگونه آنها چنین پیشبینی های دقیقی در مورد آینده دارند؟ یک ابر پیشگو با تقسیم کردن مشکلات به ظاهر لاینحل به مشکلات فرقی کوچکتر با مسائل روبرو می شود این تفکر به سبک فرمی معروف است. آندریکو فرمی فیزیکدانی بود که یکی از شخصیت‌های اصلی در ساخت بمب اتمی محسوب می‌شود. او با دقت چشمگیری مواردی مانند تعداد تیونرهای پیانو در شیکاگو را بدون اینکه ذره ای اطلاعات در اختیار داشته باشد تخمین زد. او این کار را با جدا کردن موارد معلوم از موارد مجهول انجام داد. این اولین گام ابر پیشگوهاست. به عنوان مثال هنگامی که یاسر عرفات رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین به دلایل نامعلوم درگذشت گمان زنی های زیادی مبنی بر مصموم شدن وی مطرح شد سپس در سال 2012 محققان سطوح بسیار بالایی از پولونیوم 210 یک عنصر رادیواکتیو کشنده را رو رو روی وسایل او رو پیدا کردند این کشف به شایعات مصموم شدن وی دامن زد و منجر به نبش قبر و بررسی جسد او در فرانسه و سوئیس شد در بخش از پروژه قضاوت صحیح از پیش بین کنندگان پرسیده شد که آیا دانشمندان مقادیر قابل ملاحظه پولونیوم را در بدن یاسر عرفات پیدا خواهند کرد یا خیر؟ بیل فلک یکی از پیش بین کنندگان داوطلب به سبک فرمی به این سوال پاسخ داد و اطلاعات را تجزیه و تحلیل کرد. در وهله اول فلک متوجه شد پولونیوم به صورت تجزیه می شود بنابراین اگر عرفات مسموم می شد این احتمال وجود داشت که پولونیوم در بدن او شناسایی نشود زیرا او در سال 2004 مرده بود او در مورد آزمایش پولونیوم تحقیق کرد و به این نتیجه رسید که به شکلهای دیگر می تواند قابل تشخیص باشد در قام بعدی فلک در نظر گرفت عرفات دشمنانی فلسطینی داشت که می توانستند او را مسموم کنند و ممکن است جسد پس از مرگ نیز آلوده شده باشد تا اسرائیل را مسئول مرگ او جلوه دهند او احتمال پیدا شدن پولونیوم در بدن عرفات را 60 درصد پیش بینی کرد بنابراین فلک قبل از جستجوی مفروضات بعدی ابتدا اصول اولیه را مشخص کرد این دقیقا همون کاری است که یک پیش بینی کننده کارآمد انجام میدهد. از آنجایی که هر موقعیتی منحصر به فرد است باید از قضاوت زود هنگام اجتناب کرد بهترین راه برای بررسی هر مسئله این است که یک دیدگاه بیرونی داشته باشید به این معنی که بدانید مقدار پایه چقدر است اما این دقیقا به چه معنی است؟ به عنوان مثال یک خانوادی ایتالیایی را در نظر بگیرید که در خانه ساده در ایالات و متحده زندگی می کنند پدر به عنوان دفتردار و مادر به صورت پار وقت در یک مهد کودک مشغول به کار هستند خانوادی آنها شامل پدر و مادر فرزندانشان و مادر بزرگ است اگر از شما پرسیده شود شانس این خانواده ایتالیایی برای داشتن حیوان خانگی چقدر است ممکن است سعی کنید با توجه به جزئیات خانوادگی یا وضعیت زندگی آنها به پاسخ برسید اما در آن صورت یک ابر پیشگو نخواهید بود یک ابر پیشگو در گام اول به جزئیات توجه نمی کند در عوض او با تحقیق در مورد اینکه چند درصد از خانواده های آمریکایی دارای حیوان خانگی هستند کار خود را شروع می کند در عرض چند ثانیه به لطف گوگل مشخص می شود این عدد حدوداً 62 درصد است. با انجام این کار حالا می توانید به سراغ دیدگاه بیرونی بروید. این کار جزئیاتی را در اختیار شما قرار می دهد که میزان مشخص شده را با اطلاعات به دست آمده مطابقت بدهید. در مثال خانواده ایتالیایی شروع با دیدگاه بیرونی یک تخمین اولیه به شما میدهد یعنی به احتمال 62 درصد این خانواده حیوان خانگی دارند سپس دقیق تر می شوید و آن عدد را تنظیم می کنید به عنوان مثال می توانید نرخ خانواده های ایتالیایی ساکن آمریکا را که صاحب یک حیوان خانگی هستند بررسی کنید فصل سوم حتی پس از رسیدن به نتیجه اولیه بروز باشید و پیش بینی های خود را با اطلاعات جدید تطبیق بدهید. تا به اینجا دیدیم که ابر پیشگوها چگونه فراکند پیش بینی را پی می گیرند. اما وقتی پیش بینی اولیه خود را انجام دادید، نمی توانید منتظر بمانید و ببینید آیا درست می گفتید یا خیر. شما باید قضاوت خود را بر اساس هر اطلاعات جدیدی بروز و اصلاح کنید. ابر پیشگویان در مقایسه با افراد عادی پیشگویی های خود را بسیار بیشتر بروز روز می کنند و این کار بسیار موثر است احتمال اینکه یک پیشبینی بروز شده غنای اطلاعاتی بیشتری داشته باشد بیشتر است و طبعا نتیجه نیز دقیق تر خواهد بود بیل فلک را به یاد دارید پس از اینکه او احتمال کشف پولونیوم در جسد یاسر عرفات را حدوداً 60 درصد پیش کرد، اخبار را پیگیری کرده و در صورت نیاز پیش بینی خود را بروز می کرد. سپس مدتها پس از اولین پیش بینی فلک تیم تحقیقاتی سوئیسی گزارش داد که آزمایش های بیشتری لازم است و بعدا نتایج اعلام خواهد شد. از آنجایی که فلک تحقیقات زیادی در مورد پولونیوم انجام داده بود میدانست این به تعویق افتادن به این معنی است که پولونیوم پیدا شده است و آزمایش های بیشتری برای تأیید منبع آن لازم است بنابراین فلک پیش خود را به 65 درصد افزایش داد. مطابق پیش بینی فلک تیم سوئیسی بقایای پولونیوم را در بدن یاسر عرفات پیدا کرد و تخمین نهایی فلک به 63 درصد رسید. این پیش بینی با توجه به سختی سوال تحسین برانگیز است. ابر خبرها را به دقت دنبال می کنند و با استفاده از آنها نکاتی را در پیش های خود وارد می سازند. اما به این معنی نیست که آنها خبربازانی بیکار هستند و تنها به لطف اخبار تلویزیون می توانند پیش بینی کنند. به روزرسانی خوب نیازمند همان مهارت است که برای رسیدن به پیش بینی اولیه مورد نیاز است و اغلب هم به همان اندازه توان فرساست. در بروزرسانی ها و پیگیری اخبار البته باید محتاط باشید اگرچه اطلاعات جدید می توانند به شما کمک کنند اما می توانند باعث گمراهی نیز بشوند به عنوان مثال آژانس دولتی تحقیقات ایالات متحده این سال را مطرح کرد که آیا یخ آبهای قطب شمال در 15 سپتامبر 2014 کمتر از سال قبل خواهد بود یا نه داگلورچ پیش بینی کننده فوق بود که به این نتیجه رسید که 55 درصد احتمال دارد پاسخ این سال مثبت باشد با این حال لورچ دو روز پس از پیش بینی خود گزارش یک ماهی بررسی یخهای قطب را خواند و به اندازه تحت تأثیر قرار گرفت که پیش بینی خود را به 95 درصد رساند تغییری اساسی که تنها بر اساس یک گزارش انجام شد در این گزارش دانشمندان با استفاده از چهار شیوه گوناگون و انجام 28 ارزیابی جداگانه به این نتیجه رسیده بودند که در سپتامبر 2014 نسبت به سال پیش یخ کمتری در قطب وجود خواهد داشت اما داگ به این نتیجه توجه نداشت که با واقعیتی سر و کار دارد که روزانه تغییر می کند و او باید یک ماه دیگر پیشبینی خودش را اعلام کند در طول چهار هفته بعدی روند کاهش میزان یخها آهسته در شد و سرانجام در سپتامبر سال 2014 مشخص شد یخهای قطبی از سال گذشته حتی بیشتر شده بودند بنابراین به ماهرانه مستلزم جدا کردن جزئیات دقیق از اطلاعات اضافی است از تغییر نظر خود نترسید اما چندین بار به این موضوع فکر کنید که آیا اطلاعات جدید مفید هستند یا خیر فصل چهارم کار تیمی می تواند در پیش بینی مفید باشد اما در صورتی که کار خود را درست و اصولی انجام داده باشید شاید اصطلاح تفکر گروهی را شنیده باشید آیروینگ رو جانیس روانشناسی که این اصطلاح را ابداع کرده است این فرضی را مطرح کرد که افراد در گروه های کوچک به واسطه تصورات مشترکی به صورت ناخودآگاه شکل می گیرد و مخل تفکر انتقادی است روحیه تیمی خود را افزایش میدهند. گروه هایی که به خوبی با یکدیگر کنار آمده اند چندان به پرسشگری در باری ذهنیت ها نمی پردازند. و این اختلال در تفکر انتقادی از آنجا ناشی می شود که اعضای گروه از تقابل با یکدیگر دوری کرده و صرفا با یکدیگر توافق می کنند بنابراین همگی موافق هستند که چه چیزی خوشایند است و این توافق جمعی به عنوان تأییدی بر درست بودن راه و مسیر گروه تلقی می شود اما عدم توافق منبع ارزش واقعی است اظهار نظر آزاد و تفکر مستقل داشته های فوقلادی برای هر تیم محسوب می شود کار گروهی به شمشیری دولبه می ماند تیم ها می توانند مرتکب اشتباهات مهلکی شوند همچنین می توانند به افسایش دقت داوریها ها کمک کنند و وظایفی را به سمر برسانند که به تنهایی امکان انجام آنها وجود ندارد در پروژه قضاوت صحیح بسیاری از محققان معتقد بودند کار گروهی باعث تنبلی ذهن شده و از تفکر خلاق جلوگیری میکند و ممکن است اعضا با خود بگویند وقتی دیگران کارهای سنگین را انجام میدهند چرا من مسئولیت های پیچیده ای را بر عهده بگیرم اگر چنین تفکری بر روی گروهها غالب شود کل گروه رو به زوال و نابودی خواهد رفت از سوی دیگر ممکن است اعضای گروه های پیشگویی بیش از حد به یکدیگر نزدیک شوند و همه بر روی یک نتیجه به اجماع برسند و اگر این توافق بی باشد گروه به خودفریبی گرفتار می شود اما کار گروهی محاسنی نیز دارد امکان به اشتراک گذاشتن اطلاعات دیدگاه ها و چشمنداز ها در گروه به سادگی فراهم می شود و در صورتی که هر یک از افراد تفکر آزاد و مستقل خود را داشته باشند و بدون تأثیر پنسیری از دیگران به یک نتیجه برسند آنگاه تجمع نظرات و نتایج می تواند اثر بسیار خوبی بر روی درستی و دقت نتیجه نهایی داشته باشد استقلال داوری ها این اطمینان را به وجود می آورد که خطاها کم و بیش تصادفی هند. بنابراین تیم تحقیقاتی پروژه قضاوت صحیح تصمیم گرفتند ببینند آیا کار تیمی بر دقت تاثیر میگذارد یا خیر آنها این کار را با ایجاد پلتفرم های آنلاین انجام دادند که در آن پیش بینی کنندگانی که به گروه های مختلف تعلق داشتند بتوانند با یکدیگر در ارتباط باشند. به هر فرد به صورت جداگانه نمره داده می شد اما امتیازات تک تک آنها با هم جمع می شد تا امتیازات گروه به دست آید. در همان ابتدا تیم تحقیقاتی توسعه هایی را در مورد پویایی گروه به اشتراک گذاشت. و به گروه های آنلاین در مورد گروهگرایی و توافق نظر خطرناک هشدار داد. با آنها گفته شد همکار باشید اما بدون خجالت نظرات خود را مطرح کنید. نه اتفاق نظر همیشه خوب است و نه اختلاف همیشه بد. هیچگاه از تردید دست بر ندارید. در پایان سال اول نتایج به این صورت بود به طور متوسط افرادی که به صورت تیمی کار می کردند 23 درصد دقیقتر از گروه های انفرادی بودند در سال دوم تیم تحقیقاتی تصمیم گرفت عبر پیشگوها را در مقابل گروه پیشبینی کنندگان معمولی قرار دهد و دریافت که آنها بسیار بهتر از گروه های معمولی عمل می کنند. با این حال پویایی گروه نیز تحت تأثیر قرار گرفت یک ابر پیشگو به نام الین ریچ از نتیجه راضی نبود به نظر او همه بیش از حد معذب بودند و بحث انتقادی کمی در مورد دیدگاهی مختلف صورت می گرفت گروه ها برای اصلاح این موضوع تلاش بیشتری کردند تا نشان دهند که از انتقاد سازنده استقبال می کنند راه دیگری برای افزایش اثر بخشی کار تیمی پرسش های هدفمند است که افراد را تشویق می کند در نظرات خود بازنگری کنند البته این چیز جدیدی نیست زیرا معلمان بزرگ از زمان سقرات پرسشگری دقیق را تمرین کردند پرسش دقیق به معنای دستیابی به جزئیات دقیق یک استدلال است مانند درخواست برای تعریف یک اصطلاح خاص حتی اگر نظرات در این موضوع تبدیل به دو قطب شود این سوال تفکر پشت نتیجهگیری را آشکار می کند و آن را در وضعیت روشنتری قرار می دهد. شما به خلاصه کتاب هنر پیشبینی اثری از فیلیپ تتلاک و دن گاردنر از کانال آموزشی لنیموجه گوش کردید توانایی انجام دادن پیشبینی های فوقلاده تنها به کامپیوتر های نوابق محدود نمی شود این توانایی مهارتی است که می آن را با تمرین کسب و در آن پیشرفت کرد پیش بینی کردن نیازمند جمعوری شواهد، ثبت امتیازات، به روز نگه داشتن خود با اطلاعات جدید و شکیبایی است. مهمترین مطالبی که در این کتاب آموختیم از این قرار است پیش ها با محدودیت های خاص خود روبرو هستند چرا که بنا به نظریه اثر پروانه هر اتفاق به ظاهر کوچک میتواند اثرات مهم و غیرقابل قابل پیش بینی داشته باشد برای بهبود پیش ها باید به دقت آنها را اندازه‌گیری کرد و به آنها امتیاز داد استفاده از اعداد و درصدها و دوری از به کار بردن عبارات مبهم مانند شاید تقریبا و غیره می تواند دقت پیش بینی ها را افزایش دهد پیشگویان برتر هنگام مواجهه با مسائل کلان آنها را به مشکلات کوچکتر تقسیم می کنند و روی کردی از بیرون به درون دارند برای داشتن یک پیش بینی خوب و دقیق باید از همه اطلاعات آگاه باشید و خودتان را همواره بروز نگه دارید کار تیمی در صورت که مانع تفکر مستقل و آزاد نشود و افراد به توافق نظر بیپایی و اساس توجه نکنند می تواند باعث بهبود پیشبینی ها شود پیشنهاد کاربردی به روز بودن شما را از نیمی از پیشبینی کنندگان جلو می اندازد عبر بسیار, بسیار بسیار بیشتر از پیشبینی کنندگان معمولی خود را با اطلاعات مرتبط به پیشبینیشان بروز می کنند. یک راه برای داشتن چشمانی تیزبین و شکار اطلاعات جدید این است که برای خودتان هشدارهایی داشته باشید مثلا می توانید از گوگل ارس استفاده کنید این سرویس می تواند هر خبر جدیدی را که در مورد یک موضوع خاص منتشر می شود به اطلاع شما برساند پیشنهاد مطالعه بیشتر کتاب ابرمغز نوشته دیپاک چوپرا و رودلف تانزی اگر با خواندن کتاب هنر پیش بینی تصمیم گرفتید به یک ابر پیشکو تبدیل شوید پس شاید به یک ابر مغز هم نیاز داشته باشید کتاب ابر مغز یک راهنمای کارپوردی در پیمودن مسیر انقلابی و جدید برای مغز شما است ابر مغز نشان می دهد که چگونه از مغز خود به عنوان دروازه‌ای برای ورود سلامتی، شادی و رشد فکری و معنوی به زندگیتان استفاده نمایید با سپاس مهدی سلیمانی از کانال آموزشی اهل موفق باشید دوستان